بچه ها خوش اومدین. من توی این ویدیو میخوام بشینم و کل آرایشمو با لوازم آرایش ایرانی بکنم، به خاطر اینکه میدونم که قیمت لوازم آرایش خارجی خیلی خیلی دیگه الکی واقعا بالا رفته و دسترسی بهشون هم خیلی سخت‌تر شده و در کنار اون برندهای ایرانی هم خیلی دارن یکم اینطوری میشن و خیلی دارن خوب میشن. منظورم این بود. اوکی، فکر کنم که برای آرایش کامل من همه چیز دارم بجز کانسیلر. یعنی تنها چیزی که ندارم توی برندهای ایرانی و اونی که واقعا خودم دوست داشته باشم و مثلا دلم میخواد بهتون معرفی کنم و تا حالا پیدا نکردم، کانسیلره. اگه که فالوور قدیمی من توی اینستا باشین میدونین که من قبلا یه ویدیو مشابه همین، حالا مشابه اینم نه چون اون از این مدل‌ها بود که مثلا یه طرف صورتمو با لوازم آرایش خارجی آرایش کردم، یه طرف صورتمو با لوازم آرایش ایرانی. ولی احتمالاً یاد بذارید من موهامو یه دقیقه چک کنم ببینم شاخ نشده. آره، من همچون ویدیو گرفته بودم و همون موقع هم ازش خیلی استقبال شد و اینا، ولی احساس میکنم که در حال حاضرم یه چیزای جدیدی پیدا کردم که خیلی نسبت به اونایی که اون دفعه باید نمیتونم حرف بزنم نسبت به اونایی که اون دفعه بهتون معرفی کردم بهتره و اینا رو واقعا همه رو خودم دوست دارم. باز حالا نظرات مختلفم راجبشون بهتون میگم و کاملا واقعیت‌ها رو میگم. من با خیلی از این برندهای ایرانی که اینجا ببینید کار کردم، بله اینا خیلیشون توی PR برام فرستاده شده، ولی واقعا دارم چیزایی رو ازشون ولی چیزایی که دوست نداشتم همون موقع هم معرفی نکردم و چیزایی که دوست داشتم معرفی کردم. یعنی اگه چیز بدی راجع به یه محصولی وجود داشته همون موقع بهتون گفتم. یعنی حالا اگه میگم قدیمی باشید و یادتون باشه احتمالاً میدونید که من مثلا چیا گفتم راجع بهشون. من گفتم چون که چیزای روتین پوستی من بعضی وقتا یعنی بیشتر موقع ایرانیه، گفتم بیارم اینا رو بهتون نشون بدم. این که اسپری آب ایرانه و اوکیه. مشروب کننده من اینه، مال نئودرمه که من فکر کنم بیشتر از 3-4 ساله که دارم ازش استفاده میکنم، همیشه توی استوریای من توی اینستا میبینینش. خیلی مرطوب کننده، همین قدم برای کل صورتم کافیه. خیلی مرطوب کننده خوبیه، توش هالورونیک اسید داره، خیلی زود جذب میشه، اصلا پوستو خفه نمیکنه. من باهاش جوشی نزدم. اگه خریدینشون و دوستشون داشتین یا نداشتین توی کامنت ها لطفا بنویسین که اگه کسی تازه میخواد بخره بتونه نظراتتون رو بخونم. بگم که این ضد آفتاب مایه، اینم باز خیلی من راجبش حرف میزنم. تا اینو دارم چیز میکنم بیا راجب این مسئله صحبت کنیم که من بوتاکس کردم. بله، پیشونی رو بوتاکس کردم به خاطر اینکه مدت های خیلی طولانی بود که راجب این دوتا خطی که اینجا داشتم اینسکیور بودم و نگاه اینسکیور نبودم ها، بیشتر به خاطر این من بوتاکس کردم که مثلا موقعی که آرایش میکردم نمیتونستم پیشونیمو درست کرم پود بزنم یا مثلا درست آرایشش کنم. مثلا تو یه چیزایی مثلا تو بعضی از عکسا تو مثلا یه ویدیوهای خاصی باید این کارو میکردم، این من باید اینجا رو آرایش میکردم به خاطر اینکه اون چیز رنگ دیده نشه. خب به خاطر اینکه دوتا خط خیلی عمیق داشتم این مشخص میشد و مثلا زود میرفت توی این خطا. به خاطر همین خیلی وقت بود که دلم میخواست مثلا بوتاکس کنم و انجامش دادم و الان همونجوری که میبینی یه کوچولوام اینجاهام لیفت شده. هنوز مطمئن نیستم که دوستش دارم یا ندارم و نمیدونم که پشیمون هستم. نگاه از این طرف پشیمونم به خاطر اینکه صورتم خیلی تغییر کرده، احساس میکنم دیگه اون معصومیت خاصو نداره. خواهشام بهم نگیدا، بهم بگید خوشگل شدی چون گریه میکنم. ولی از این طرفم خوشحالم که دیگه اون دوتا خطر رو ندارم، یعنی از اینکه صورتم لیفت شده مثلا خوشم میاد. واقعا نمیدونم الان چه حسی دارم. خب من کرم دور چشمم رو یادم رفت اول بزنم، الان یهو دیدمش گفتم بهتون نشون بدم. اینه از فیس دوکس که این مدل آبرسانشه، فقط هم آبرسانی میکنه، هیچ کار خاص دیگه نمیکنه، ولی خب خیلی خوبه. یعنی من خودم به شخصی که دور چشمم دلم میخواد فقط آبرسانی بشه از همین همیشه استفاده میکنم. خب بریم سراغ لوازم آرایش. من توی دیسکریپشن لینک این، چون بیشتر برندهای ایرانی معمولا حالا خیلیشون وبسایت هم دارن ولی خب دیگه میدونی بیشتر توی این چیه اینجا بیشتر توی اینستاگرام فعالیت میکنن، من لینک اینستاگرام همه این چیزایی که دارم استفاده میکنم پایین براتون میذارم، اگه خواستید برید ازشون خرید کنید و این داستانا. حالا چیزی که وجود داره اینه که من چون کانسلر ندارم امروز خواستم این کانسلر فرر استفاده کنم. اینا رو هم هنوز در دست تست هستم. اوکی، دلم میخواد امروز اول چشممو آرایش کنم، اصلیم. خب من یکم اینو بلند میکنم با براشم. براشم که دارم 05 دو کالره، از این کالکشن رنگی پنگیشون. بریم سراغ سایه. برای سایه چیزی که من همیشه بهتون معرفی کردم و اسمش همیشه تو کانال من بوده برند سمیرا الفته که دو تا پلت هم داره. این پلت شاخ نبات رو من دارم، یه پلت دیگه هم که نمیدونم اسمش چیه، ولی اونم خیلی پلت خوبیه. خیلی کیفیت سایه های فوق العاده ای دارن، یعنی شما اصلا فکر نمی کنید که اینا شاید ایرانی باشن چون اصلا توی ایران تولید نشدن و فوق العاده فوق العاده فوق العاده سایه های کریمی
خیلی راحت بلند میشن، پیگمنت فوق‌العاده و واقعا ارزش خرید دارن. یه سایه‌های دیگه هم که میخوام بهتون معرفی کنم که میدونم برندهای مشابه این برند هم هستن که این سایه‌ها رو تولید میکنن، سایه‌های تکیان. خب سایه‌های تکی برق، من مات توشون ندیدم خدایی، شاید جدیدن آورده باشن، ولی این سایه‌های مایامیو اینک مون هست که همونطور که میبینین یه رنگ دوکرومه، مثلا سفید بنفش اینطوری داره. این خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. باز مثلا اینو من خودم خیلی دوست دارم، اسمش هست سکای، یه آبی این رنگیه. کلا سایه های خوبی هستن. خب این رنگش هست وش، همچین چیزی. خب من میخوام تکسچرش رو سعی کنم بهتون نشون بدم. ببینید یکم مثل کرن، میدونی، مثل، یعنی اونقدر پودر فاین و اونجوری مثلا خیلی ریز و اینا نیستن. حالا من سواچش هم میکنم، خیلی خوب سواچ میشن، یعنی واقعا رنگاشون روی پلک فوق العاده است، خیلی قشنگه. میبینید باید چند بار اینو بزنین تا این قشنگ فاین بشه و بره توی پوست. خب به خاطر اینکه اونقدر میگم ریز نشدن، اونقدر پرس نشدن داخل این، به خاطر اینکه اون پیگمنت رو بهتون بدن. این پلت شاخ نباته که امروز من سعی میکنم از هر دوتاش، هم از سایه های این هم از مایامیو استفاده کنم. یکم نفس رو برمیدارم که یه رنگ کرمی استخونی طوره و کل پلکم رو باهاش ست میکنم. دلم میخواد که این سایه سبز رو بزنم، اسمش هست جید، خیلی خوش رنگه. به کل پلک هم میزنم، اصلا نیاز نیست که خیلی مرتب باشه چون بعدم بلندش میکنیم. براش خیلی کوچیک اینطوری برمیدارم، اسم این هست 09 از دو کالر، همون کالکشن رنگی پنگیشون. شروع میکنم یه کوچولو به بلند کردن. از اینکه اینطوری کامل بلند نمیشه، ولی ما میخوایم خطی وجود نداشته باشه، بعدش بریم سراغ سایه دوممون. حالا با یه براش اینطوری کوچولوتر، این از دوکر هست، شماره 14، فلافی و یکم کوچیکه، اونقدر بزرگ نیست. اگه آشنا رو برمیدارم، یه قهوه شکلاتی طوره که اونقدرم تیره نیست و شروع میکنم. چیزی که باید توجه کنید که از مرز بین پلکتون و سایه سبزه شروع نکنید، یکم پایین تر، چون همینطوری که شما دار اینو میچرخونید این سایه خودش اتوماتیک میاد بالا. پس اگه شما از اون نقطه شروع کنید، نه تنها بلند نمیشه چون از بالاترینش دارین شروع میکنین و این میره به سمت بالاتر، پایین تر که نمیاد، اما این که کثیف میشه دیگه اصلا. برای همین یکم دستتون رو پایین تر بگیرید. فقط هم اینجا من فعلا توی قسمت بیرونی چشمم دارم بلندش میکنم. حالا همون براشیو که باهاش اون سبزه رو بلند کرده بودم برمیدارم به رنگ صوفی که یکم قهوه تیره تره و این گوشه چشمم میدارمش. تقریبا سایم تموم شد و دیگه تقریبا نمیخوام کاری انجام بدم. یه بار دیگه میرم سراغ این سبزه و قشنگ دوباره میذارم پشت پلکم که اون فش دوباره بیاد بیرون. قضیه اینکه اونقدر سایه سبز، اونقدر که فکر میکردم تیره نبود، یکم غیر اسموکیش کردم، ولی اتاکای. خب بریم سراغ خطیش. من زیر چشممو با میسال واتر رو یه پد تمیز کردم که سایه چیزی نمونده باشه. بریم سراغ خطیش. حالا من امروز نمیخوام خطیش بکشم، ولی اگه دنبال خط چشم خوب هستید، این خط چشمای، بذارید من مشکیشم بیارم، خط چشمای هایلاینر خیلی خوبن، با آب فعال میشن. اگه میخواید ماندگاریشون رو بالا ببرید، اگه ستینگ سپری دارین، به جای آب با ستینگ سپری اینا رو فعال کنید و یکم بهشون بزنید، براشتون داخلش بکشید و راحت خط چش بکشید. از یه براش خیلی نازک هم هست، بذار خطش بکشیم، بذار خطش بکشیم، چه اشکالی داره؟ خیلی وقت خط چش نکشتم، بذار بکشیم. کاری که من خودم میکنم که از روژان یاد گرفتم، روژان اگه نمیدونید صاحب این برند هست و جوری که خودش همیشه انجام میده اینه که یه ظرف داره، منم یه ظرف دارم، خب بعد توی این آب میریزه، الان بهتون میگم، آب یا حالا همون اسپری چیزشو، براششو برمیداره، اینطوری براششو خیس میکنه. چرا؟ چون اینطوری شما خیلی کنترل بیشتری روی این که چقدر آب برمیدارید داری. بعد یه چیزی که هست اینه که این هایدرولاینرا خیلی به این ماندگاریشون و اینکه چه جوری راحت مثلا میتونید بکشید یا مثلا یه حد دستتون در بره، خیلی به اندازه آبی که استفاده میکنید رب داره. به خاطر همین اینطوری خیلی راحت تر شما میتونید این آب رو کنترل کنید. هر وقت دیدین کمه، دوباره براشتون رو میزنید توی آب و میزنید توی هایدرولاینر و این بهتون یه خط چشمو میده. با موج خط چشم کشیدن سخته. من از موقعی که موج گذاشته بودم خط چشم نکشیده بودم و پشمام چرا اینقدر سخته. از اینکه که اصلا از خط چشمم راضی نیستم، یه براش اینطوری تخت برمیدارم، یکم آب اینو تیز میکنیم. اگر شما از اون دسته آدمایی هستین که با موجه میتونید راحت خط چشم بکشید، من هیچی نمیگم دیگه. خب بریم سراغ پوستمون. برای آرایش پوست
پرایمر که من نداشتم توی مصرف ایرانی، بریم سراغ کرم پودر. خب من دو تا کرم پودر مورد علاقه ایرانی رو بهتون معرفی میکنم که دوتاش از لگرانده. خب اولیش و مورد علاقه خودم توی همه کرم پودرهای لگراند که استفاده کردم ملویسه. خب این کرم پودر ملویس ببین خیلی خوب روی پوست میشینه، خیلی راحت بلند میشه، اصلا کیکی نمیشه. بعد هر جا که دیدین کاورج بیشتر نیاز دارین میتونین ازش استفاده کنین. اصلا اینطوری نیست که اگه مثلا دولایی بزنین بد بشه یا زشت بشه. رنگی که من دارم 102. تنها مشکلی که من همیشه گفتم راجع به همه برندها هم گفتم، هیچ استثنایی نداره، چون هیچ برند ایرانی نداریم که بخواد مثلا یهو با 30 تا رنگ کرم پود بیاد بیرون. تعداد رنگ‌هایی که برندهای ایرانی دارن برای کرم پودراشون میدن بیرون، یعنی من تنها اشکالی که میتونم بگیرم از کرم پودر، حالا مثلا این که مثلا مورد علاقمه، همینه که تعداد رنگاش کمه. کرم همونجوری که دارم اینو بلند میکنم، راجب کرم پودرهای دیگه هم صحبت کنم. همین لگران یه کرم پودر دیگه هم داره، کرم پودر شیشه ایه. خب اینم خیلی کرم پودر خوبیه، ماته. حالا این نه ماته نه گلویه، یعنی حالت ساتن فینیش اینا داره. خب این یکم به سمت مات تر میره، این کرم پودر شیشه ایه و اینم باز خیلی خوبه، خیلی راحت بلند میشه و اینا. یه کرم پودر ایرانی دیگه هم که خیلی خوبه، اونم اگه فالوور خیلی قدیمی باشین خیلی احتمالاً یادتونه، کرم پودر اینلی هست. اونم خیلی کرم پودر خوبیه، اون یکم حالت گلوی تر داره، یکم رقیق تره، یکم اصلا مات و اونطوری اصلا نیست، ولی 5 تا رنگ بیشتر نداره و اصلا حقش نیست که اینقدر تعداد رنگای کمی داشته باشه. ولی پودر بیلدبل هم هست، یعنی هر دو دیدین که کاور بیشتری نیاز دارین خیلی راحت اضافه کنین، اصلا نترسین. مثلا این جاهایی که من میدونم کاور بیشتری نیاز دارم اضافه میکنم. من کانسیلرم زدم، بریم سراغ این که پوستمونو ست کنیم. دو تا پنکیک میخوام بهتون معرفی کنم که باز اینا رو هم خیلی ازم شنیدین. یکیش لگرانده، شماره که من از لگراند دارم شماره 205 هست و یکی دیگه هم از شون هم رنگی که دارم هست P02. دوتاشون خیلی پنکیک های خوبی هستن. کاور لگراند بیشتره، شون بیشتر منافذتون رو میپوشونه و یکم حالا مثلا سبکتره، به خاطر اینکه خب این چون کاور داره یکم سنگین تره. ولی من امروز خواهد از شون استفاده کنم، چون پنکیک لگراند رو توی پست یکی مونده به آخری اینستا دیدید، به خاطر همین بریم سراغ شون. یعنی شون توی زمستون به تنهایی میتونه پوست منو ست کنه و نگه داره. ببینیم پوستو اصلا خیلی مخملی و خوشگل میکنه، خیلی. خب بریم سراغ برانزر و روژه گونه که برای دوتاش من از لگراند استفاده میکنم. خیلی پودرهای خوبی هستن و اصلا اونقدر سنگین نیستن، ماندگاریشون اوکیه، بد نیست. به عنوان برانزر از این شماره 303 استفاده میکنم که همچین رنگی داره، خیلی خوب به عنوان برانزر و کانتور میتونید ازش استفاده بکنین. ولی دستتون رو خیلی سبک بگیرین، چون که خیلی پیگمنت داره، خیلی و قشنگ اینو بتکونید. حالا من شروع میکنم انجام دادن کارم. خیلی رنگش خوبه. باز اگه رنگ پوستتون مثل منه ها، اگه تیره تر یا روشن تر از من هستین، با خودشون مشورت بکنین راجع به این قضیه، بهتون مشاوره میدن. بریم سراغ روژه گونه. این 302 دوباره از لگران، قشنگ بتکونینش. یکم پشت دستم هم اینطوری چیزش میکنم که اگه پودر اضافه ای داره ازش بریزه. بریم سراغ قسمت مورد علاقه من و هایلایتر. واقعا به جرئت میتونم بگم که عشق من به هایلایت کردن با این پلت برگشت. و اگه به من بگین توی همه این چیزایی که من امروز استفاده کردم کدوم محصول هست که تو هر روز ازش استفاده میکنی بدون استثنا، این پلت هایلایتر سمیرا الفته فوق العاده است. اصلا من نمیدونم چه جوری اینو درست کردن. ببینین همه این چیزایی که بهتون گفتم همشون خیلی خوبن ها، و ممکنه که من تو هفته از هر کدومشون یکی دو بار واقعا استفاده بکنم، ولی این پلت تنها چیزی از بین همه ایناست که من هر روز بدون استثنا میرم سراغش به عنوان هایلایتر و دستم سمت چیز دیگه‌ای نمیره، چون واقعا فوق‌العاده است. 4 تا رنگ داره کلا این رنگایی که میتونید ببینید. اگه راجع به بافتش و دلیل اینکه من عاشقشم بخوام بهتون بگم، بذارید براشمو پیدا کنم. بافت خیلی کرمی داره، یعنی چجوری بهتون بگم، پودره ها خب، ولی وقتی که شما اینو میزنید روی پوستتون اصلا متوجه پودر بودنش نمیشید، اصلا پوستو یه حالت انگار گلاسکن بهش میده و انگار که شما هایلایتر مایه زدید و پوستو اصلا یه جای دیگه میبره. من نمیدونم. یه چیز خیلی خوبه دیگه هم که داره اینه که معمولا هایلایترایی که خیلی مثلا اینطوری بلایندینگ هستن
خیلی گلیتری هن، ولی این گلیتری نیست اصلا، واقعا انقدر فاینه، انقدر این پودرا ریز هستن که خیلی خیلی پوستو خوشگل میکنه. من تهران که رفته بودم دادم کیمیا و فرناز از این بزنم و کیمیا فرداش رفت سفارش داره، انقدر که خوب بود. به خاطر همین حالا من نمیدونم که اصلا تو دوربین مشخصه یا نه، من که میگن هایلایتر رو اصلا روی جوشاتون و اینا نزنید، ولی من اینو روی جوشام میذارم چون خیلی خوشگله. دارید میبینید یا نمیبینید؟ یکم از رنگ خورشید اینطوری ببینید. اگه یه چیز میخواید امسال کادو برای خودتون بخرید و هایلایتر دوست دارید، اینو بخرید، عالیه، فوق‌العاده است. چیز دیگه نمیگم آقا جان، من چیز دیگه نمیگم. من بقیه چشمم هم کامل کنم برمیگردم. بریم برای ابرو و لب. برای ابرو چیزی که من خودم اصلا مداد ابرو تو زندگی مثلا خیلی استفاده نمی کنم و چون ابروام خودش خیلی پره و اصلا دوست ندارم که اونقدر زیاد پرشون کنم و نمی خریدم اصلا. خب ولی وقتی که از برند سمیر الفت این خط ابرو چی بهش میگن مداد ابرو این به دستم رسید، واقعا عاشق شدم. پشتش یه دونه اسپولی داره، ببخشید که کثیف، عذرخواهی میکنم، ولی یه دونه اسپولی داره پشتش و مدادش هم این شکلیه. یه چیزی که راجع به مداد ابرو خوبه که بدونی اینه که مداد ابرو نباید اونقدر روون و اونقدر مثلا کرمی و برعکس مثلا مداد چشم یا مثلا چیز نباید اونقدر کرمی و اونقدر روون باشه. چرا؟ بخاطر اینکه شما وقتی یه مداد ابرو خیلی روون انتخاب میکنید، این یا چیکار میکنه؟ همین که شما کنترل ندارین روی ابروهاتون موقعی که میخواین بکشینشون و مدادهای که خیلی کرمی هستن خیلی زود اون نوک‌تیزیشون رو از دست میدن و شما برای ابرو نیاز به یه مدادی دارین، نیاز به یه نوکی دارین که خیلی بی‌تربیتید که این نوکه بتونه نازک باشه، خب نازک باشه، کلوف نباشه، خب و موقعی که شما این چیزا رو می‌کشی، خطا رو می‌کشی مثل مو بشه. داشتم راجع به خط این چیز صحبت می‌کردم، ابرو صحبت می‌کردم. و یه چیز دیگه هم که داره اینه که وقتی خیلی روون و خیلی کرمی باشه ماندگاریش خیلی کم میشه و دیگه اونقدر زیاد روی ابروهاتون نمیمونه. این مداد واقعا همینطوری. حالا من نمی‌دونم دیگه، با عقل خودم یکم ابرامو پر می‌کنم. یه کوچولو اول با این شونه میکنم، هم دستام میکشم توش که اگه پودری کرم پودری چیزی توشه مثلا دیگه بیاد بیرون. خب بعد که ما این مداد ابرو فقط این اینجاهاشو، اینجایی که مثلا یه کوچولو خالیه رو این شکلی خیلی کم، در همین حد فقط پر میکنم. همین، من کار دیگه نمیکنم، ولی باز اگه مثلا خودتون بیشتر ابروتون رو پر میکنین انجام بدید. سد کردن ابرو دو تا چیز من میتونم بهتون معرفی کنم. یکیش این صابون ابروی آویشه هست که خیلی خوبه، خیلی خوب ابروها رو ست میکنه، تکون نمیخوره دیگه و کلا اگه از تکسچر صابون ابرو خوشتون میاد، این خیلی صابون ابرو خوبیه. بخاطر اینکه کاملا هم گیاهیه فکر کنم، درسته؟ ویگن. It's organic, vegan and handmade. خب یعنی هم ارگانیک هم ویگن هست، هم این که با دست درست شده. یعنی محصول خیلی خوبیه. یه چیز دیگه هم که میتونم بهتون معرفی کنم که الان خیلی کثیفه واقعا، عذرخواهی میکنم، ولی این ژل ابرو مایامیوه. دلیل این که من این ژل ابرو رو خیلی دوست دارم، شاید فکر کنید که اوکی شاید خیلی خوب ابرو رو نگه میداره، آره واقعا همه اینا هست، ولی خب 20 تا ژل ابرو دیگه هم ما توی برندهای ایرانی داریم که خیلی خوب ابرو رو نگه میدارن، ولی اونا پکیجینگشون به صورت کاسه‌ای هست. یعنی مثل یه توبه که شما درش رو باز میکنید، مثلا نمیدونم خط چشمای روجان هستا، مثل اون خط چشماست و این ژل ابرو داخلشه، اسپولی رو برمیدارید میزنید توش و مثلا ابروتون رو ست میکنید. من دلیل اینکه این ژل ابرو رو خیلی دوست دارم توی برندهای ایرانی پکیجینگ بشه، واقعا خیلی کار، آره یه کوچولو کثیف و اینا هم میشه، ولی خیلی کارتون راحت میکنه دیگه. شما نیاز ندارین اسپولی بردار، در اونو باز کن، بزن توش، بمال به ابرو، وای بعد درشو زود ببن که این سفیدک نزنه مثلا توی اون توبه که هست. خلاصه که خیلی کارتون راحت میکنه و واقعا واقعا محصول خوبیه. خیلی من دوست دارم اینو که اومدن همچین پکیجینگی رو براش گذاشتن. من برند ایرانی دیگه ندیدم، اگه شما دیدید تو دیسکریپشن توی کامنت ها بنویسید که من برم بررسی کنم، ولی به همین سادگی و راحتی ابروهاتون ست شد. روژ لب من چند تا honorary mention بهتون بدم، یعنی چند تا برندی که چند تا محصولی که خیلی خوبن ولی خب توی این ویدیو جا نشدن. اول از همه این تینت های
چی بهش میگن تینت گونه، تینت نمیدونم چی آه این تینت های آویشه خب، که خیلی خوبن، خیلی خوبن. دلیل اینکه خیلی خوبن اینه که یه سری از تینت ها هستن که خیلی زود خشک میشن، اونا درصد الکلشون خیلی بالاست، مثلا تینت های بنفیت یا مثلا تینت هایی که خیلی معروف شده بودن، خدا اسمشون چیه دقیقا واسه دارمشون، مثل این تینت های اتول که خیلی معروف شدن به خاطر قیمت خیلی مناسبشون، خیلی توی مردم ایران معروف شدن، خیلی هم تینت های خوبی هستن. من هیچ چیزی هم نسبت به اینا بد نمیخوام بگم، تنها مشکلی که ممکنه داشته باشین با اینا اینه که خیلی روی پوستتون زود خشک بشه، یعنی میگم چون درصد الکلشون خیلی بالاست این الکل زود میپره و شما دیگه خیلی سخت تر میتونید این محصول رو بلند بکنید روی پوستتون، هر چقدر که پوستتون مثلا مرطوب باشه و پودر روش نباشه و خشک نباشه و همه اینا. تینت های آویشن نمیدونم چرا اینطورین، یکم اصلا از چیزشون من اینو بیارم بیرون میبینین یکم حالت کرمی تر دارن نسبت به تینت های دیگه. خب مثلا من اینو اگه بخوام براتون باز بکنم، این خیلی رقیقه چون الکله، این میبینین این فقط الکله، میبینین آبه، یعنی منظورم از آبه اینه که آبکیه خب، ولی این یکم کرمی تره، به خاطر همین وقت بیشتری به شما میده برای بلند کردن. همین تینت آویشه هم شما وقتی که میخواد استفاده بکنید، بله باید پوستتون نمدار باشه، پودر روی صورتتون نباشه، پوستتون خشکی نباشه و یه طرفو بزنید بلند کنید بعد برید سراغ یه طرف دیگه، یعنی بعد طرف بعدی رو بزنید و بلند بکنید. نمیشه مثلا رژ گونه های کرمی نیستن که کل صورتتون رو بزنید بعد بخواید بلند کنید، ولی کلا از لحاظ بلندبیلیتی و از لحاظ اینکه خیلی راحت تر بلند میشن و اونقدر بهتون استرس نمیدن، تینت های آویشه خیلی خیلی خوبن. من حتی از تینت های خارجی هم همونطوری که گفتم بیشتر اینا رو دوست دارم و همیشه توی هر مسافرتی همراهمن. یه چیز دیگه که بخوام راجعش صحبت بکنم، این لب گلاس اینلی هستش که خیلی لب گلاس خوبیه، اصلا اونقدر استیکی نیست، اصلا پوست خشک، پوست لب خشک نمی‌کنه، خیلی لب گلاس خوبیه و این رنگش به خصوص خیلی خوشگله. اسمش هست چسنات یا S256، به خاطر اینکه رنگ لب خودتونه، فقط یکم بهتر، خیلی کم یا به این رنگ، معمولا همیشه همه جا سولد اوت شده، ولی اگه پیداش کردین حتما بگیرینش، از همون رنگایی که روی هر پوستی، روی هر آندرتونی، روی هر رنگ انسانی واقعا فوق‌العاده است و خیلی خیلی رنگ خوشگلیه، چون اصلا اونقدر کاورج و اینا خیلی شیر هست و فقط تنها کاری که میکنین که همون لبای خودتون رو بهتون میده، فقط یکم بهتر یه رنگ اونف اینطوری بهش میده. یه چیز دیگه هم که بخوام راجبش بهتون بگم، این اسفنج های بلک دالیا هستن که نمیدونم که راجبشون میدونی یا نه، ولی بیاید براتون امتحانش کنم. همونجور که میبینید این براش فوق‌العاده کثیفه و همونطوری هم که من اینجا بخوام بهتون نشون بدم، میبینید که روش سایه هست، درسته؟ کاری که من انجام میدم این که این اسفنج بلک دالیا رو برمیدارم و براشمو اینطوری توش تکون میدم، اوکی؟ اینجا ممکنه که هنوز روش رنگ باشه و خب کثیف باشه، ولی این قسمت دستم تست کنم ببینید که کاملا تمیزه. این براش های شما رو تمیز میکنه، توی مسافرت خیلی به درد میخوره، اگه میکاپ آرتیست هستید خیلی به درد میخوره، برای استفاده شخصی خیلی به درد میخوره و یک برند ایرانیه، فوق العاده است، خیلی دوستش دارم، خیلی چیزه به درد بخوری. بریم سراغ رژ لب. برای رژ لب، رژ لبای لگراند کام آن، واقعا بهترین رژ لب هایی هستن توی برند های ایرانی که من تا حالا امتحان کردم. ممکنه که از لحاظ فرمول، از لحاظ کریمی بودن و همه اینا با خیلی از برند های ایرانی برابری بکنن، ولی از لحاظ تنوع، ببین فوق‌العاده‌ن. منظورم از تنوع زیاد چیه؟ خیلی از برندهای ایرانی میان مثلا 3300 تا لیپستیک میدن بیرون، 300 تا رژ لب میدن بیرون، ولی هیچ کدومش آندرتون درستی نداره. ولی رژ لب‌های لگران اینطوری نیستن، همشون آندرتونای خیلی خوبی دارن و واقعا اگه یه بار ازشون بخرید دیگه مشتری میشید، خب دلتون میخواد همه رنگاشو داشته باشین. من دیروز، از دیروز نه، اگه این ویدیو رو الان دارین نگاه میکنین احتمالاً مثلا هفته پیش، هفته قبلش توی اینستاگرامم که اینجا ویدیوشو براتون میذارم، یه دونه ویدیو از تمام رژ لب‌های لگراندم و سواچاشون براتون گذاشتم، اگه دوست دارید برید اونو ببینید. ولی امروز میخوام از رنگ 508 استفاده کنم که یکی از رنگ‌های مورد علاقه خودما. متاسفانه هنوز برندهای ایرانی خط لب ندادن، یا اگه دادن من دوست نداشتم، به خاطر همین رنگش واقعا فوق‌العاده است. فکر نمی‌کنم چیزی رو از قلم انداخته باشم.
خب بچه ها این بود ویدیوی امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اول ببینید بذارم ببینم مرتبه میانه. خب بچه ها این بود ویدیوی امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. من سعی کردم که چیزی رو از قلم نندازم و واقعا چیزایی رو که خیلی دوست داشتم بهتون معرفی کنم، به خاطر اینکه الان اتفاقا اون روزی که از بچه هم داشت راجع به همین موضوع صحبت میکرد، الان شرایط یه جوری شده که انقدر همه چی نمیدونم اصلا چه جوری بگم، یعنی من دیگه راضی نیستم به این که حتی اگه یه چیزی متوسط باشه هم دیگه نمیام معرفیش کنم، چون اینطوری هم که خب چرا وقتی آدم میتونه، وقتی هست یه چیزی که خیلی خوبه آدم بره مثلا پول اون متوسط رو بده. به خاطر همین خیالتون راحت باشه، ما نمیخوایم، من یعنی من از طرف خودم صحبت کنم، نمیخوام حتی یک قرون پولی که دارید میدید خدای نکرده برای چیز بدی باشه یا برای یه چیز به درد نخور باشه. هیچ کدومشون اینطوری نبودن که من یک ماه یا یه هفته از دارم استفاده میکنم بخوام بیام معرفی کنم. به خاطر همین دیگه فقط یه خواهش ازتون بکنم، من دلم میخواد که خیلی وسایل یعنی لوازم آرایش خوب ایرانی رو بیشتر کشف بکنم. اگه شما توی برندهای ایرانی چیز خاصی رو امتحان کردین و خیلی دوستش داشتین و احساس میکنین که واقعا خیلی لیاقت اینیو که من حالا من نه منظورم این نبود، اگه به نظرتون یه چیزی اونقدر خوبه که همه مردم باید راجبش بدونن و همه مردم مثلا اگه بخرنش براشون خوبه، به هم بگید که من برم تستش کنم و بیارم اینجا معرفی بکنم. توی کامنت ها حتما برام بنویسین. یا اگه از همه این چیزایی که من معرفی کردم چیزی رو بوده که شما خریداری کردین و دوست داشتین یا نداشتین، حتما توی کامنت ها برام بنویسین، دلیلش هم بنویسین که من بتونم بخونم و فیدبکتون رو داشته باشم. اصلای من همین. خیلی ممنون که ویدیو تا آخر نگاه کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایکش کنین و کامنت بذارین، حالا اگه دوست داشتین کامنت انگلیسی بذارین به خاطر اینکه یوتیوب خیلی بهتر میتونه دیتکت کنه اینو و باعث میشه که دیگه شما رو به عنوان سابسکرایبر من حذف نکنه، چون که یکم مرض داری. لوف یوتیوب. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ. هایدریتد. من در حال حاضر فعلا فلجم. It's cuffing season and all the girls be needed. I need a big boy. Give me all. I need a big boy. امشب چه شبیست؟ شب وصال است امشب. چیزایی بگیم خدا. هایدرالاینر. وای مغزم.